فایل صوتی منتسب به نوید افکاری، یکی از معترضین مرداد 97 در شهر شیراز که یک هفته پیش اعدام شد. زمان برگزاری این جلسه دادگاه در این فایل مشخص نیست. قاضی به او اجازه نمی دهد حتی دفاعیش را مطرح کند. دفاع در برابر اتهام قتل. من دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. دفاع دارم. شما نمیدونید بیرون از من بگیرید. به ابراز نگرانی نوید افکاری از هدف ضرب و شتم قرار گرفتن. بشین بینم. بشین. میخواه بزنید. نمیزنه. میشونده. این تنها فایل صوتی منتشر شده از نوید افکاری در شبکه‌های اجتماعی نیست. در فایل صوتی دیگری هم که پیشتر در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده بازنشر شده است، نوید برای اثبات بیگناهیش از قاضی می‌خواهد به دوربین‌های مدار بسته رجوع کنند. این دوربین مدار بسته فروشگاه آقای مسلم رحیمی واقع در خیابان شوروی. این فیلم چی نشون میده؟ برای که فیلم ارائه بدید. نوید افکاری و برادرش وحید در 26 شهریور 97 به اتهام قتل حسین ترکمان که به ادعای مقامات ایران در جریان اعتراضات مرداد ماه 97 در شهر شیراز کشته شده است بازداشت شدند. 3 ماه بعد برادر دیگر نوید حبیب افکاری هم بازداشت می شود. حسین ترکمان به گفته حکومت ایران از نیروهای حراست اداره آب شیراز بوده است. برخی منابع از حضور او در بین ماموران امنیتی برای سرکوب اعتراضات خبر دادند. به گفته مقامات حکومت ایران، او در مقابل منزلش با ضربات چاقو به قتل رسیده است. این نامه هم که به تازگی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، شکایت نوید افکاری از وکلای تسخیریش را نشان می‌دهد. در این نامه نوید وکلای تسخیریش را به تبانی و سوء استفاده از موقعیت شغلی متهم کرده. این جانب علیه وکلای رسمی دادگستری به هویت آقایان حمیدرضا جمشیدی اردکانی و ابراهیم رئیسی به اتهامات تبانی در تضییع حق غیر، تایید گزارش خلاف واقع ضابطین اداره آگاهی، تحلیل مال از طریق نامشروع، اهمال و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی، استعفا از وکالت بدون عذر قانونی، ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضایی برخلاف حق و مقررات، سوء استفاده از موقعیت شغلی برای انجام مقاصد غیرقانونی شاکی می باشم و از آن مقام محترم تقاضای بررسی، رسیدگی و ارجاع به مراجع قانونی ذی‌صلاح را دارم. عجله در اعدام نوید افکاری و سپس انتشار فایل‌های صوتی که در آنها بارها اعلام می‌کند که تحت شکنجه از او اعتراف گرفتند، بیشتر نحوه دادرسی پرونده را زیر سوال برده است. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران، یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تنها به دار نزدیک‌تر میشه. و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه، زندگیش ازش می‌گیرن و آبم از آب تکون نمی‌خوره. حالا نوید برای بسیاری از مردم ایران به نماد مقاومت تبدیل شده است و شاید به همین دلیل است که مقامات ایران محدودیت عبور و مرور در راه‌های منتهی به مزار او اعلام کردند. مهران کریمی، رادیو فردا.